بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اهو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع بحث ما پیرامون ابلیس را بهتر بشناسیم بود، ولی اگر اجازه بدید من مقدمه بحث امشب رو مقداری در مورد نوروز و این ایام که آیا از نظر روایات و احادیث مورد تایید یا نه، این مختصری عرائضی رو خدمتون تقدیم بکنم و بحثم رو جمع بکنم. روایات زیادی داریم که حضرات معصومین نسبت به بحث ایام نوروز که فارس و اهل ایران و عجم احترام براش قائلن، نه تنها رد نکردن حضرات معصومین، بلکه تاییدم کردن. شخصی است به نام معلا ابن خنیس، میگه من اومدم خدمت امام صادق، امام صادق به من فرمود که امروز چه روزیه میدانی؟ گفتم روز خاصی به نظر من نمیرسه. فرمود امروز روز اول نوروز ایرانی هاست و فقط در روی زمین ایرانی ها هستند که احترام قائلن برای این ایام و چقدر کار خوبی هم میکنن که این ایام رو پاس میدارن. گفتم آقا مگه این ایام چه خبره؟ فرمود روز اول نوروز روزی بود که در قصه الست پروردگار عالم جلد عظمتو در عالم زر فرمود که الستو بربکم قالو بلا. روز اول نوروز بود که پروردگار عالم از همه موجودات، همه انسانها در عالم زر اقرار گرفت که من خدای شما. اونم گفتن بله. روز اول نوروز روزیه که پیغمبر خاتم به بعثت و پیغمبری رسید و روز اول نوروز روزیه که امیرالمومنین سلام الله علیه در صحرای قدیر معرفی شد به عنوان خلیفه و وصی رسول الله. در چنین روزی ایام ماه نوروز، اول روز نوروز، آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نازل شده و در چنین روزی، در روزی که پیغمبر 40 سالشون بود، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنه و سراجن منیرا نازل شده. در چنین روزی، روزیه که خوارج مغلوب شدن و امیرالمومنین بر این مقدس نماهای احمق خوارج پیروز شد و روز اول نوروز است که حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات الله وسلام علیه ظهور خواهد کرد. و چقدر خوبه که این ایام مبارک باشه. بعد فرمون معلا ابن خنیس، ایرانی ها در چنین ایامی خونه تکانی میکنن، تمیز میکنن زندگیشون رو، دکوراسیون منزلشون رو عوض میکنن، یه تنوعی در سبک زندگیشون میدن، لباس نو تهیه میکنن، خودشون رو میآراین
و این ایام رو خلاصه مبارک میدانن، دید و بازدید میرن، صله رحم میکنن، به بزرگانشون احترام میگذارن، دیدن بزرگترا میرن، بعد بزرگترا بازدید کوچکترا میان و این ایام بسیار ایام خوبی است و ایرانی ها به این ایام فقط ارزش میگذارن. امام صادق در این روایت صریحا میفرماد متاسفانه اعراب این ایام رو به فراموشی سپردن، مع الاسف، و ایرانی ها این ایام رو حفظ کردن و این ایام بسیار مبارک. در بحث قصه سفره هفت سین هم یک روایتی است از امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود ایرانی ها هفت سینی دارن، منم یه هفت سینی دارم و ای کاش این دو هفت سین با همدیگه تلفیق می شد. هفت سینی که امیرالمومنین تعیین کردن همون هفت آیه است که با سین شروع میشه، سلام علی نوح و سلام علی آل یاسین و اینها. یه صلوات محمدی خط بشه یا الله. نکته ای که من میخوام عرض بکنم و رد بشم اینه که بعضی وقتها به خاطر بعض از جوهای سیاسی یا جوهای اجتماعی که به وجود میاد یک حمله اینشه به یک سری آداب و رسوم، و این که میگن انقلاب میشه، انقلاب به معنای زیر و رو شدنه و گاهی این زیر و رو شدنها گاهی به حقه و گاهی به ناحقه. یکی از چیزایی که بهش حمله شد در این ایام متاسفانه به همین آداب و سنن بود و من یادمه که در چند سال قبل خیلی ها جرأت نداشتن که اسم نوروز رو بیارن یا سفره هفت سین رو بیارن و این به معنای سلطنت طلبی و ملیگرائی و کفر و شرک و خلاصه این حرفا بهش نگاه می شد. ولی وقتی آدم دقیق نگاه می کنه اینه سفره هفت سینی که ایرانی ها پهن می کنن خودش از نظر علمی بسیار قابل ملاحظه است، چون هفت چیزی که در این سفره جمع میشه به عنوان هفت نکته اساسی برای روند زندگی بسیار لازم. مثلا سماخ، اگر شما برید سماخ رو نگاه بکنید از نظر علمی و از نظر طبی یک داروی خانواده بهش میگن و لذا کلسترول رو یا چربی رو عجیب میکشه پایین و شما دیدید در مغازهایی که کباب فروشی هست سماخ رو هم میریزن. این سماخ معنای یک داروی خانواده است، یعنی باش نگاه طبی باید بهش نگاه کرد، نه اینکه چون اولش سینه. خب سوزن هم اولش سینه، سوسکم هست، حالا چرا در بین این همه سینا سماق رو انتخاب؟ این که تصادفی نی، همینطوری بگیم آخه تمدن و فرهنگ ایرانی یک تمدن و فرهنگ 100 ساله و 200 ساله نیست. تمدن ما مثل آمریکا نیست، مثل همین اروپا، حداقلش 2500 ساله است، 3000 سال. اینها تمدن دیروز و امروز نیست که هر بچه‌ای بخواد اظهار نظر بکنه در رابطه با فرهنگ ایرانی. شما اگر دقیق نگاه بکنید می‌بینید زیباترین اصطلاحات و زیباترین عبارات مال ما هاست. پیغمبر اکرم فرمود لو کان العلم فی الثریا، اگر علم در ستاره ثریا باشه روی این کره زمین. فقط اهل فارس اشاره کردن به سلمان، فهمودن اهل فارس یعنی هم محله های این، هم وطنای این سلمان، اینها فقط میتونن به این علم دست پیدا بکنن. در قرآن کریم خیلی از مفسرین هم اشاره کردن که در سوره مبارکه کهف قصه ذوالقرنین رو خیلی ها معتقدن داریوش کبیره یا کوروش کبیره، تو تفسیرش آوردن و در قرآن کریم به عبارتی از ایرانی ها تعریف شده که اینها چقدر تبعیت میکردن از رهبرانشون و از سلاطینشون و اینها همه هماهنگی داشتن و متحد بودن و ملتی که هماهنگی داره با یک سلطانی که میخواد به مملکتش برسه و میخواد به ملتش برسه، این رو از شعور و فرهنگ اون ملت میشه یاد برد.